سلام، به زندگی من خوش اومدی. من روانشناس هستم، معلمم بودم برای شاگردایی که کلاس دوم و سوم روانشناسی بودن. وقتی که من تزم رو داشتم می‌نوشتم، اونجا من درسم می‌دادم. 15 سال تقریبا توی دانشگاه بودم و همون موقعی که توی دیپلممو که گرفتم تزم رو می‌خوندم، توی بیمارستانم کار کردم و به یه موقعی رسید که من دیگه بیمارستان رو ترک کردم، ولی بعد از یه سال مطب خودم رو باز کردم و این مطبم هم تنها باز نکردم، با یکی از دوستان که با هم 10 سال بود دانشگاه بودیم، با هم دیگه این مطب رو باز کردیم. من فقط با بچه ها کار میکردم و مقیلا گردون فقط با بزرگا کار میکرد. و کنار این کار روانشناسیم و هم روانکاوی نقاشی میکردم و مینوشتم. بعدا همینجوری که با بچه ها کار میکردم، چند تا از مشکل های پدر و مادر همیشه میومدن و خیلی مشکل های کوچیک بودن. یعنی اگر این نخ کوچولو رو آدم میکشید، این مشکل ها واقعا تموم میشدن. بزرگترین نشونه که وقتی که تو بیمارستان کار میکردم با بچه های 3 ماهه و 3 ساله تا 3 ماه تا 3 سال بودن، این بود که وقتی مادر دوباره یه بچه دوم سوم داشت و بچه بزرگترش، خب حسودی میکرد. اون وقت میومد پیش من میگفتش که وای نمیدونم چی شده، بچه‌م همینشو میشکنه، وقتی که دیگه شب میشه دیگه نمیخواد بخوابه. جواب من این بود که یه بچه مثل دونه آدم بزرگ نیست که به شما توضیح بده، بتونه حرف بزنه، میگه من حسودم، من ناراحتم، چون خودش هم شاید نمیفهمه چه خبریه. ولی تلا چیزی که میتونه بکنه یا بگه اینه که جیغ بزنه، گریه کنه، غذا نخوره، چون میدونه که مادر پدر میخوان که غذا بخورن، که خوب نخوابه، چون این چیز مهمیه برای پدر مادر که بچه بخوابه. تو این چیزا میتونه بچه خودشو درک بکنه، یعنی بفهمونه به پدر مادر که یه چیزی داره ناراحتش میکنه. بنابراین از این مثال این کتاب اومد که اسمش هست او ان پتی فرر، یعنی او یه برادر کوچولو، که یه کتابیه که من نوشتم، به انگلیسی ترجمه شده و نقاشی‌هاش هم کال دو لوکوا همسرم کرده. یه کتابیه که در اصل درسته برای بچه‌ها نوشتم، ولی یه جورایی بیشتر به پدر و مادر دارم حرف میزنم، دارم توضیح میدم که اگر بچه‌تون این کارو میکنه، شاید میتونم این کلیدو بهتون بدم. چند تا مثالی گذاشتم که هر پدر مادری بتونه یه دونه کلیدی تو این کتاب برای خودش پیدا کنه و شاید بتونه بیشتر بچه بزرگو درک کنه. مثلا یه بچه کوچیک پسری هست، میگه که یه روزی پدر مادرم اومدن، دیدم که پدر و مادرم یه جورایی دارن با هم دیگه پش و پشی میکنن، حرف میزنن، من فکر کردم دارن میان یه دونه خبر خوشی به من میگن. اون وقت وقتی که بچه میبینه مامانش داره با برادر کوچیکش یا خواهر کوچیکش میاد خونه، تو رویاهاش یه دونه دوستی داره میاد که میتونه باش بازی کنه، ولی در اصل چیه؟ یه دونه بچه فنگادی کوچولو که همش گریه میکنه و هیچ بازی هم باش نمیکنه، بنابراین خیلی هم ناراحت میشه. فکر کنم که یه دونه بچه شاید زبان نداره که به ما توضیح بده چی احساس میکنه، ولی همه چی رو میفهمه. یه بچه مثل یه دونه اسفنج میمونه، یعنی اون جایی که تو اگر یه اسفنج رو بذاریم توی آب، اون آب رو با خودش میکشه و پر میکنه این اسفنج خودش رو با اون آب. یه بچه همونه، هستیش با اون جایی که بزرگ میشه با فامیلش به اون ربط داره. بنابراین اگر میخواین یه بچه رو درک کنین، 100% باید بریم ببینین تو چه فامیلی زندگی میکنه و تو زندگیش چه خبره. من تقریبا 2 سال یک سری بیشتر از 2 سال من تو مطبم کار کردم و همون زمانی که مطبم کار کردم خیلی بیشتر نقاشی هم کردم. بعد از 2 سال که گذشت و بعد از 1.5 سال که گذشت، دیدم که نقاشی خیلی بیشتر داره تو زندگی میاد و خیلی دارم بیشتر لذتم میبرم از نقاشی کردن که تا برم تو مطبم کار کنم. و واقعا این سوال رو به خودم کردم که آیا میخوام این کار رو بکنم به عنوان شغل. فکر کنم این موقع شد که نقاشی و نوشتن بیشتر تو زندگیم اومد. اینجا اتلیه منه که من اینجا نقاشی میکنم.
اینه که امروز فقط نقاشی میکنم و مینویسم و دیگه به عنوان روانشناسی کار نمیکنم. خیلی طبیعتاً اینجوری در اومد، برای اینکه داشتم برای خودم همینجوری که کار میکردم داشتم نقاشی میکردم، وقت یه اتفاقی افتاد که یه خانومی دید نقاشیامو، از کار من خوشش اومد، ازم خواست که یه نمایشگاه بدم، گفتم بله و اینجوری در اصل شروع شد که نقاشی زندگی منو پر کرد یواش یواش. کارای اولی که کرده بودم برای نمایشگاهی که تو پاریس داشتم تقریبا یه سال و نیم پیش همینجا شروع شد. بعد از این نمایشگاهی که دادم تو پاریس با کیوان صابر آشنا شدم، نمیشناختمش ولی با هم دیگه شروع کردیم کار کردن. اومده بود کارهای اولیمو ببینه، همینجا که توی استودیو اومده بود این کارا رو میدید، شروع کرد شعراشو برام خوندن. خب همون موقع یه دونه اونجا پر از ماژیک سفید اینها براتون برم بیارم، این ماژیکای سفیدو برداشتم و هیچ هم ناراحت نشدم که میتونست روی کارایی که کردم برای این نمایشگاه بنویسه، برای اینکه زندگی اینه دیگه، باید با این اتفاقا بره جلو. همونجا براش یه دونه ماژیک دادم به دستش و شروع کرد به نوشتن. یکی دو تا بعدن دوباره همدیگر رو دیدیم و خیلی خوشحال شدیم از این کاری که با هم کردیم و از یه کار شد 10 تا کار، 20 تا کار، 30 تا کار تا رسیدیم به روزیسا در لندن و یه نمایشگاه دادیم. اینم یه اتفاقی بود که افتاد برای اینکه رفتم طرفش. یعنی همینجوری که در راه و راهها برام باز میشد من میرفتم طرفش، ولی از قبلا نگفته بودم به خودم که یه روز این دیگه نمیخوام تو مطبم کار کنم یا تو بیمارستان کار کنم و برم فقط تو کار هنر. این راه رو اومدم تا این اتفاق افتاد. همه چی فکر کنم تو زندگی همه چی آدم یه موقعی یه اتفاقایی میفته که آدم باید یه تصمیمی بگیره. آدم زندگی رو هر روز اینجوری میسازه نه؟ روی اتفاقایی که میفته. برای اینکه اتفاقی که افتاد مثل یه دونه کاغذی که وقتی پاره میشه دیگه نمیشه این پارگی رو از بین ببریم. این پاره میمونه. ولی بعداً آیا شما میخواین نقاشی رو ازش یه جوری استفاده کنین یا میخواین بندازین دور؟ اینه آدم این تصمیم رو که میگیره. تو کار من فکر کنم دو تا رنگی هست که فعلا سخته ازش جداشم، یکی رنگ آبی یکی رنگ سیاه. به عنوان روانشناس وقتی با یه دونه مریض هستین، حقیقت دست من نیست، حقیقت دست مریض هستش و من میام کمکش میکنم که به راهی که اون خودش انتخاب کرده، که راهی که خودش میخواد بره، من کمکش میکنم اونجا بره. این کمک احتیاج داره که دو نفر باشیم، این دوتا راه رو با هم دست تو دست هم دیگه بریم و این دو نفری که میان با هم دیگه کار میکنن. همینجوری توی کارهای نقاشیم خواستم دوتا رنگ استفاده کنم و این دوتا رنگ آبی و مشکی چون به هم دیگه نزدیک هستن، رنگ دیگه پیدا نکردم که بتونن اینقدر خوب با هم دیگه راه بیان، به هم دیگه میان تکیه میدن، با هم راه میرن و این دو رنگ مثل دوتا نفس، مثل دوتا حرف، مثل دوتا شخصی که دارن با هم دیگه یه راهی رو میرن، خواستم توی کارام نشون بدم. چند تا آبی هم میتونه با هم باشه، همیشه یه دونه آبی هم استفاده نمی کنم، ولی این رنگ آبی و مشکی که با هم مخلوط میکنم و بیام با هم دیگه نقاشی میکنم، به نظرم که واقعا اینمی که یه رنگه که از که بیرون اومده. خیلی خیلی برای من آسونه و با این دوتا رنگ کار کردم و این کارهایی که با کیوان صابر کردم، کارهایی که من میام رنگ و سیاه و آبی رو میذارم روی کاغذ و اون با سفید شراش روش مینویسه. بعضی وقتا شراش میشه شراش خون، بعضی وقتا خیلی سخت میشه شراش خون، ولی بالاخره ما هم هر دو به هم دیگه اطمینان داریم و من کارمو میدم به دست کیوان و کیوان شراشو میذاره رو رنگهای من و ما هم دیگه با هم دیگه این داستان هم میسازیم و به هم دیگه اطمینان داریم. و همونجوری که شروع کرده بودم تنها کار میکردم، وقتی خواستم دوتا رنگ استفاده کنم و پایینش حرفای دو شخص بود میزدم به فرانسوی، اینجا هم یه جورایی من و کیوان داریم با همدیگه حرف میزنیم، یعنی من با رنگام اون با شعراش. برای همین من با دو نفر کار کردم خیلی دوست دارم و برام مشکل اصلا نیست.
برای اینکه اطمینان دارم به اون شخص. برابر این فکر کنم که میشه کار کرد، دو نفر با هم دیگه کار کنه، خیلی قشنگه. اینجا یه مکاتبه ای که بین دو نفر اینجا نوشته شده، در اصل اولین حرفش که میگه je sais que tu sais que je sais، یه دونه تئوری روانکاوی وینیکوته که میگه که من میدونم که تو میدونی که من میدونم. یعنی وقتی که دو شخص با هم دیگه سنتون هستن میگیم، یعنی هم راهی دارن و هم دیگر رو میفهمن، یکی از تئوری های وینیکوته که مثلا اینجوری واضح نیست که من روانشناسم و نمیخوام هیچ تئوری درباره چیزی روی کارام بنویسم، ولی حرفایی که هر روز باش کار میکنم، برابر این وقتی که میام نقاشی میکنم، خب با این همه المنت ها میام کار میکنم. زمینه نقاشیم دوست دارم این زمینه لطیف باشه. این کارهای آبی و سیاه رو روی کاغذ شروع کردم چون دوست داشتم لطیف باشه. تا حالا شده که وقتی که این کاغذ رول میشه پارشه، ولی برای من این مهم نیست که پارشه. اشکال نداره، برای اینکه زندگی هم همیشه اینجوریه. وقتی که شما متاسفانه یه اتفاق میفته و پوستتون یه صدمه میخوره، خب باید نوازش کرد از این پوست و یواش یواش با زمان شاید این پوست بهتر شه، ولی خلاصه جاش همیشه خواهد موند. و درباره اتفاقم که صحبت میکنین، این سریم که توی نمایشگاه اولیم گذاشته بودم و که هیچ حرفی توش نبود، در اصل این یک دونه کار خیلی بزرگی بود، شاید مثلا 1.5 متر بود و خوشم نیامده بود. و چون خوشم نیامد تصمیم گرفته بودم نگرش ندارم و شروع کردم پارش کردم. و وقتی پاره کردم و تیکه های کوچولو ازش دیدم، اون موقع ازش خیلی خوشم اومد و یک ذره این پارگی ها رو بیشتر کار کردم و در اصل خودش دیگه یه جوابی داد. تمام زندگی، کلن زندگی، اتفاقای خوبه، اتفاقای بده، با اینا آدم میسازه، با اتفاقای خوب و بد آدم میسازه. خیلی سخته که این حرف آدم بزنه، برای اینکه خب میگن که بالاتر از سیاه رنگ نیست، ولی اتفاقا برای همین آبی هم استفاده میکنم. شاید بتونه آبی من بیاد این سیاه ها رو یک ذره بهشون دلداری بده، یک ذره کمرنگ ترش کنه. از من سوال کردین یه 10 دقیقه پیش این چیه؟ چرا روی یه دونه دلار نوشتم اون ریشک دموغ؟ برای اینکه یه روزی چند وقت پیشا پسرم اومد از من، پسرم 8 سالشه، یه سوالی کرد، گفت مامان آیا ما پولدار هستیم؟ بهش جواب دادم که آدم فقط از عشق ثروت داره. همون شبم هم نمیدونم چی شد، ولی یه جعبه ای پیدا کردیم، یه آلبومی داشتیم نگاه میکنیم که چند تا دلار توش بود. منم برداشتم این دلار رو، چون این حرف پسرم تو ذهنم بود، براش نوشتم یه دونه نامه کوچولو، اون ریشک دامور. اون وقت داشت تو اتاقش کار میکرد، منم یه نامه زیر درش براش فرستادم. اینم یه دونه جوابی بود که پسرم ازم یه جوابی دادم از سوال پسرم. و چند تا دلار دیگه هم مونده بود و فکر کردیم با هم دیگه آدم ثروتمند باشه از چیه؟ آیا از اینکه هر شب خوب غذا بخوره؟ آیا از عشق؟ آیا از خونه است؟ آیا از لباساش؟ از چیه؟ و موقعی رسید که براش یه دونه لیست خرید رو یه دونه دلار نوشتم، هم به فرانسوی هم به فارسی، چون بهش فارسی هم یاد میدم، سعی میکنم. اینجوری اتفاقی شروع شد و به نظر من قشنگ بود. اینو دادم به خودش که گذاشت برام اینجا و اینا هم گذاشتم توی اتلیه‌ام، ولی بعداً دربارش فکر میکنم و شاید یه پروژه شه، شاید نشه، ولی اون موقع یه دونه جوابی بود برای یک سوال. همینجوری که زمین رد میشم و اینو میبینم و یه چیزی روش مینویسم، tu veux danser avec moi؟ آیا میخوای با من برقصی؟ برای اینکه احساس کردم که وقتی که این از شاخه درخت افتاد، همینجوری داشت
میچرخید تا برسه به زمین که الانم رقصید افتاد. این فقط تکیه کاره، خود کار نیستش. رو میخوایم فقط ببینیم این رنگای سیاه و آبی چجوری با نور جواب میده، ولی یه کار دیگه میاد روی این تکیه میده. این خود کار نیست، چند تا چیز حالا میریم پیش لغام میبینیم. من عاشق این کوچم، یک ذره یاد کوچه های ایران منو میندازه. خیلی دوست دارم من که جای آرومیه، هیچ کس نیست، کم مردم رد میشه. اون وقت اگر مستقیم بریم میفتیم به رود سن جلوی تور ایفل. من یه جوری تونستم اون موقع که روانشناس بودم و مطبمو داشتم و یا بیمارستان کار میکردم، یه جوری تونستم وقتمو جمع کنم که موقعی بتونم برم سر کار، موقعی باشه که بچه‌ها خودشون مدرسه هستن و تا از مدرسه کارشون تموم میشد من میرفتم دنبالشون. آدم بچه داشته باشن و کار کردن خب یک ذره سخته، ولی فرق داره چی برای شما مهمتره، و واقعا مهمتر برای من این که با بچه‌هام باشم و من بچه‌هامو بزرگ کنم. اگه قرار بود که همش من کار کنم و یک کسی دیگه پیش بچه‌هام باشه، فکر کنم خوشحال نبودم. و خیلی دوست دارم برم دنبال بچه‌ها وقتی که مدرسه تموم میشه، لذت رو نمیخوام هیچ کس ازم بگیره. الان میریم پیش لوران دو روبر که این آرتیست فرانسوی هستش و اینجا خانه های آرتیست های جوان پاریس هستش. خوش آمدید. هلو. ما الان پیش لوران دو روبر هستیم که دکتر ماتماتیک داره و با هم روی چند تا فرمولای ماتماتیک کار میکنیم. من اولین بار که لوران رو دیدم توی اگزیبیشنش بودش که داشت فرمولای ماتماتیکش رو نشون میداد، و واقعا هر چقدر بیشتر گوش میکردم واقعا همش لبخند داشتم، برای اینکه هر چی که میگفت هی من به یه نگاه روانکاوی اینو ترجمه میکردم و به یه جایی رسیدیم که با هم دیگه کار کنیم. یه بخش از این کار مشترک لوران و من اینه که چجوری توی دنیای من و دنیای لوران بتونیم یه همکاری کنیم که از رنگای سیاه و آبی من و از نگاه روانشناس و روانکاو من میتونیم با لوران و فرمولای لوران یه دونه کار داشته باشیم. الان ما تو پاریس 18 هستیم، توی مومخت هستیم که مومخت پر از آسیاب داره، و اونجایی که کار من و لوران به هم دیگه غیر از اینکه یه نگاه روانکاوی بدم روی فرمولای ماتماتیکش اینه که این آسیاب از ایران میاد، یعنی داره روی فرمولای کار میکنه بین ایران و آسیاب و مومخت، و نگاه لوران نگاه من روی این فرمولای ماتماتیک میچرخه دور این آب. لاسمتوت دموند واقعا خیلی قشنگه، خیلی شاعرانه است. یکی از کارهای من و لوران اینه که با هم روی این فرمولای که شاعرانه که درست کرده هم نگاهی داشته باشیم. منظورش اینه که این دنیایی که همیشه میریم دنبالش ولی آدم هیچ وقت پیدا نمیکنه، ولی آرزوی یه دنیاییه که همیشه ولی میریم دنبالش، و هر چقدر این فاصله کمتر باشه احساس خوشبختی یه انسان بیشتره، ولی نمیتونه این فاصله صفر باشه. برای اگر اینکه فاصله صفر باشه برای ما روانکاوا، برابر این شما دیوانه این. دیوانه این یعنی هیچ زندگیتون توی این حقیقت، توی این دنیای حقیقی نیستش. ولی اگرم آدم یه دنیایی نداشته باشه که یک ذره رویایی باشه، برابر این شما هیچ احساسی نداریم و خشک هستیم. یعنی ما همیشه اون زندگی که داریم و اون زندگی که میخوایم بهش برسیم باید یه فاصله کوچیکی داشته باشه که بتونیم همینجوری بریم یواش یواش طرفش. این فاصله که بین این دوتا دنیا هستش یه حرکتی احتیاج داره، و این حرکت برای به خاطر این حرکت
یه دونه نفس میخواد و این نفس واقعا مفهوم کار لوغان و من هستش. Mais maintenant ça me donnera des boutons parce qu'il faut que je Alors, با لوغان وقتی که میخوایم کار کنیم بیشتر ترجیح میدیم که راه بریم. مخصوصا توی مومارت چون مرکز ذوق و احتیار مرکز ذوق توی ساکرکر برای ما و یه سوالی که روش داریم فکر میکنیم روی کلمه نفسه و دوست داریم که راه بریم چون فلسفه با راه رفتن میاد. برابر این خیلی دوست داریم راه بریم و حرف بزنیم و درباره این صحبت کنیم. اولا پاریس خیلی آسیاب داشتش ولی الان تو پاریس فقط دو تا آسیاب مونده که پشت سر ما میبینین. آسیابایی که مونده مثلا رنوار، سه رنوار که لزپن رنوار چند تاشو بعدن نقاشی کرده ولی این دو تا تنها آسیابه که تو پاریس مونده. و کار من و لوران که الان میخواد دور این آسیاب باشه چون آسیاب از پرس میاد، از ایران قدیم میاد، یه علمیه در اصل الجبر به جبر به عربی یعنی شکست. برابر این خیلی قشنگه چون هم یعنی شکست و هم یعنی بشکنه و چجوری به همدیگه دوباره جمع شه و ما کارمون میخواییم ببینیم چجوری با همین میتونه جمع شه و یه راهی پیدا کنه. من عاشق اینجام برای این که تابستون که میشه هر شبی که ماه نیستش لوران اینجا یه دونه سینما اجرا میکنه. یعنی ما یه مثلا 50 نفر اینجا هستیم، هر کس برای خودش یه نوشیدنی میاره، یه غذا میاره و شورت فیلم های دو پشت سر هم میذاریم تمام شب، شبی که ماه نیست که بتونیم قشنگ نور نباشه که ما رو اذیت کنه. تمام آرتیست های جوون میان اینجا، هر کس میتونه یکی دوتا، بیشتر نمیتونیم مهمون بیاریم. L'année dernière, c'était la traversée de la ville. Ah oui, c'est vrai. هر سالم که این سینما اجرا میشه یه تمی داره. پارسال که با هم بودیم اینجا بود، تمش بود لا تراورسه دو لا ویل، یعنی وقتی شما شهر رو راه میرین وسط شهر. امسال تمش هست رقصای گم شده و چجوری آدم چند تا معما رو میتونه از طریق بدن حل کنه. اینجا توی واقعا بالای شهر پاریس هستیم. یه بنیاده که اسمش هست لاسیتی انترنسیونال دزار که اجازه میده به آرتیستای تمام دنیا بتونن یه سال تا یه سال و نیم بتونن بیان اینجا و 20 تا جا هم بیشتر نیستش. لوران یکی از تنها شخصایی که اینجا زندگی میکنه که فرانسویه. اصولا کسایی که اینجا هستن خارجی هستن ولی به قولی خودش، خودش هم به خودش خارجی است، میتونه اینجا جاشو داره کاملا. لا ils ont on a replanté un petit peu des pommes de terre, des tomates, ça prend moyen quand même. اینجا گاردن نشونه. سیب زمینی کاشتن، گوجه فرنگی کاشتن، ولی خب فضای پاریس، فضای جنوب فرانسه نیست که الان بگیم قراره همه چی در بیاد. Ici c'est la maison de la sorcière. اینجا رو گذاشتن خونه جادوگره برای اینکه یه دونه موزیسیانی هست که شب‌ها فقط کار می‌کنه و با شم کار می‌کنه. هیچ کس نفهمیده اینجا چی کار می‌کنه. Ici c'est le doyen, il a 93 ans. برای اینکه اینجا 20 تا هنرمند که یه سال یه سال نمی‌شتن نمی‌تونن بمونن هستن. ولی یه 30-40 نفری هم هستن که اینجا همیشه زندگی می‌کنن و می‌تونن تا آخر عمر زندگی کنن. اینو بهشون دولت داده برای اینکه اون موقعی که توی مونپارناس که هست پاریس 14 از اونجا که خارجشون کردن بعد آرتیست‌ها رو بهشون یه خونه‌ای می‌دادن و اینجا گذاشتنشون. غیر از این چند نفر اون 20 نفرهای دیگه هر سال بعد عوض کنن جاشونو. دیگه وقت برم دنبال بچه هام از مدرسه میام. سلام لوران، دونک جدی. اینم بود یه روز از زندگیم که با هم دیگه بودیم و امیدوارم اتفاقای خوب بیفته. و امید دیدار. خدافظ.